گیلوری هستیم از اعضای حزب ایران نوین. جناب گیلوری، دو تا کوتاهی پس از اعلام موجودیت حزب ایران نوین به این حزب پیوستن و چند ماه پس از اون به دفتر رسانه، دفتر امور رسانه‌ای حزب ایران نوین، دفتری که من دبیری اون رو بر عهده دارم، پیوستن و طی این مدت همکاری خیلی خوبی داشتیم با هم دیگه. من خدمت شما درود میفرستم. بیشتر شما رو در کنگره حزب ایران نوین در ماه اکتبر ملاقات کردم و خیلی خوشحالم که امروز این فرصت هست تا مخاطبین حزب ایران نوین هم بیشتر با شما و فعالیتاتون آشنا بشن. من از شما میخوام که کمی خودتون رو معرفی کنید، اینکه چطور شد که به فعالیت سیاسی، به ویژه فعالیت در قالب یک حزب و در نهایت فعالیت در حزب ایران نوین علاقمند شدید. درود بر شما نسیم جان، خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما و مخاطبان محترم حزب ایران نوین هستم. من حدود کمی بیش از 10 سال هست که از کشور بیرون اومدم و به قصد ادامه تحصیل توی رشته مهندسی شروع کردم به یعنی به خارج از کشور اومدم و درسم رو شروع کردم، ادامه دادم دوره فوق لیسانس و دکترا و بعد از اون دوره فوق دکترا انجام دادم در کشور پولند و این پیشزمینه سیاسی به نظر من برمیگرده به این که خب ما در داخل ایران، مخصوصا ما در شصتی ها سیاسی به دنیا اومدیم. مثلا یکی از دلایل اصلی به دنیا اومدنمون خب جنگ بوده دیگه و این تشویق و تبلیغات شدید نظام که ما احتیاج به انسان بیشتری برای جنگیدن داریم، چون خودشون هم نمیدونستن که تا کی جنگ ادامه خواهد داشت. و من فکر میکنم که ماها سیاسی به دنیا اومدیم، چون یه فرقی هست بین سیاسی بودن و سیاسی شدن. خیلی ها در کشورهای غربی، کشور پیشرفته غربی البته، اینها اگر دلشون بخواد وقتی که بزرگتر میشن سیاسی میشن، ولی ما سیاسی بودیم کلا، فقط نشه خودمون خیلی اطلاع نداشتیم بعضی وقت. و اینکه خب شما وقتی که از کشوری مثل ایران تو دهه 80-90 میاید بیرون و کشورهای دیگر، منظورم شمسی هستش یکی مثل من که میاد بیرون و حدود 10 سال خارج از کشور زندگی میکنه و میبینه چه کشورهایی با چه امکانات کمتری میتونن چقدر راحتتر، چقدر خوبتر زندگی کنن، تماما دغدغه هر روزش فکر، میتونم بگم تو این 10 سال یک روزم نبوده که به این مسئله فکر نکرده باشم که چرا ما اینجوری نیستیم، چرا ما همچین سیستمی نداریم که بتونیم خوب کشور رو اداره کنیم، چرا نمیتونیم از داشته هامون که خیلی بیشتر از خیلی کشورهای دیگه است خوب استفاده کنیم. و همیشه حداقل از وقتی به دنیا اومدیم تو یه کشور درجه 2-3 دنیا بودیم و الانم فکر کنم درجه آخرین دیگه، حالا هر چند درجه که باشه. و این باعث میشه که آدم فکر کنه که خب من یه وظیفه پس نسبت به اون کشور دارم، شاید یکی مثل من اگر نشسته و کاری نکرده به اینجا رسیدیم. و خب احساس کردم که باید یه کاری بکنم. سالها بود خب به اون باور سیاسی رسیده بودم که من دنبال چی هستم، چی میخوام، چی نمیخوام. و خب در بحبوحه انقلاب ملی هم وقتی که اون اتفاق افتاد پارسال و وقتی که اعلام موجودیت حزب رو دیدم، تو فاصله خیلی کوتاهی، شاید همون روز مرامنامه و اساسنامه رو خوندم، اساسنامه و مرامنامه البته به ترتیب بخوام بگم، و به این رسیدم که خب خیلی با اون افق فکری که من تو سیاست دارم یکی هستش و خیلی به قول خارجی ها مچ هست با اون چیزی که من میخوام. و فکر کنم کمتر از 1 هفته شد که من درخواست عضویت دادم و خب الانم خیلی خوشحالم که در این حزب هستم، به خاطر اینکه هم یه حزبی هستش که دقیقا با اون چیزی که من میخوام سازگار هست و همین که میبینم خیلی حزب پویایی هست، فعالی هست نسبت به احزابی که شاید سالیان سال دهه هاست وجود دارن، اما شاید کاری که اینجا داره انجام میشه خیلی بیشتره و من آینده خیلی بهتری برای حزب میبینم، برای حزب ایران نوین تا احزاب دیگه. برای من این سوال پیش میاد که چرا شما وقتی که تصمیم گرفتین جدیتر به فعالیت سیاسی بپردازین، فعالیت فردی رو انتخاب نکردین؟
یعنی تصمیم نگرفتید در توییتر، در سوشال میدیا فعال باشین، بنویسین و نقطه نظرات خودتون رو بیان کنین. با توجه به اینکه من میبینم و میدونم یکی از پرکارترین اعضای حزب هستین و در ماه گذشته بسیار تعلق و خاطر نشون دادید، چه شد که کار گروهی رو به کار فردی ترجیح دادین؟ من فکر میکنم که یکی از دلایل اصلی، دلایل زیادی داره، ولی یکی از دلایل اصلیش این هستش که خب یه دست صدا نداره در درجه اول. اینکه ما اگه بخوایم هر کدوم به صورت فرد فرد کار بکنیم، در حقیقت اون انرژی و اون امکانات ما، فسیلیتی های ما به حدی نمیتونه باشه هیچ وقت که ما بتونیم به صورت فردی یه کار بزرگ انجام بدیم. و این رو ما سالهاست داریم میبینیم، سالهاست، 40 و چند ساله که داریم میبینیم که افراد زیادی بودن که دوست داشتن تک کار بکنن، خیلی هم کار کردن شاید، ولی نتیجه ملموسی شاید نداشته. اما این که در قالب حزب کار کنیم، یه مثال خیلی سادهش اینه که مثلا شما میخواید یه پروژه خیلی کوچیک انجام بدید، ولی شما یه بخش قضیه رو بلد نیستید. این تو تمام دنیا هست، حتی تو تمام شرکت ها هست، تو تمام کورپوریشن دنیا هستش که خب وقتی ما نمیتونیم یه نفر یه کاری انجام بدیم، یه تیم تشکیل میدیم خیلی سریع و در قالب اون تیم هر کسی یک مسئولیت به عهده میگیره و جلو میره. و اینکه وقتی که شما به صورت گروهی کار میکنید، شما به صورت جدیتر دارید کار میکنید و حتی در فردای ایران هم شما میتونید با اعتماد به نفس بیشتری و با وجهه کاملا مشخصتر و معینتر و به نوعی قابل قبول تری وارد مملکت بشید و بخواید کاری صورت بدید. این که اگه شما بخواید به صورت تکی مثلا برید یه حزب ثبت کنید، بعد به تکی بخواید یه حزب با اون حزب مثلا وارد سیاست بشید، من فکر نمی کنم هیچ جای دنیا همچین کاری انجام شده باشه. یعنی بالاخره شما باید یک جایی به گروه وصل بشید، یعنی نه که گروهی باشه که وصل بشید، ولی باید یک گروهی حداقل تشکیل بدید، برای اینکه یک نفر نمیتونه کار انجام بده. و اینکه ما خب من فکر میکنم که یک نفری کار کردن به صورت فردی کار کردن بخشش کار روزنامه نگاری و کارهای خبررسانی بیشتر تا کار حزبی و تشکیلاتی. و اینکه یکی دیگر مسائلی که خیلی مهم هست، خیلی دیدم سوال میشه از خود حزب ایران نوین که دستاوردتون چی بوده، و اولین جواب و درست‌ترین جواب اینه که همین که ما هستیم خودش دستاورده. یعنی اینکه شما نمیتونید همه منتظر بمونید، تک به تک مبارزه بکنید فرد به فرد، و وقتی که مثلا ایران یه شرایط دموکراسی توش به وجود اومد، بعد تازه برید احزاب رو تشکیل بدید. ما هممون داریم میبینیم که چقدر سخته مثلا درست کردن حزب، تشکیل این حزب، و اینکه چطور بتونید وظایف رو تقسیم بندی کنید، دفاتر مختلف داشته باشید، تو هر دفتر دوباره شما بنا به اون نیازهایی که هست گروه های متفاوت داشته باشید که بتونید همه مسائل رو به نوعی پوشش بدید. این خودش دستاورد بزرگه دیگه. و اینکه در قالب حس فقط میشه این کار کرد، در قالب کار جمعی میشه این کار کرد. و اینکه باز دوباره من این مصاحبه میدیدم از جناب ابتهی که گفتن که من اصلا قبول ندارم ایرانی ها تیم ورک خوب نمیتونن انجام بدن، با هم دیگه نمیتونن خوب کار بکنن. منم کاملا موافقم، باید نشون بدیم که ما میتونیم اتفاقا در قالب تیم هم خیلی خوب کار بکنیم و داریم میکنیم این کارو. این دستاورد بدون وجود اعضا و ایرانیان میهنگرایی چون شما اصلا امکان پذیر نبود و خیلی خوشحالم که طی مدت کوتاهی ما تونستیم افرادی با این انگیزه و با این طرز دید دور هم جمع کنیم. همین گرامی، خب ما در آستانه 24 اسفند زادروز رضا شاه بزرگ هستیم. پروژه‌ای در دفتر رسانه حزب ایران نوین در جریان هست که سفرنامه های رضا شاه بزرگ رو پوشش میده و شما یکی از افرادی هستین که سهم بسزایی در پیش برده این سفرنامه دارید. اینجا لازمه که بینندگان این برنامه، مخاطبان حزب، بدونن که صدایی که شاید تا حالا متوجه شدن با خانش و خواندن در واقع این سفرنامه توسط جناب گیلوری انجام میشه که بسیار با انگیزه اون رو بر این بخش از پروژه رو هم بر عهده گرفتن و اون رو جلو میبرن. من با صحبتی که با شما داشتم میدونم که به رضا شاه بزرگ بسیار، به شخصیت ایشون بسیار علاقه‌مند هستین. در آستانه روز پدر هستیم، همونطور که گفتم ابتدای روز پدر رو به خود شما باش میگم چون میدونم که پدر هستین و به همه پدران ایرانی، و میخوام که
بخواد در این باره صحبت کنید، چه شد که یک نگاه و یک علاقه ویژه‌ای پیدا کردین به رضا شاه بزرگ؟ خیلی ممنون که اشاره کردید به این موضوع، به موضوع خوندن سفرنامه. واقعا یکی از کارهایی بود که من خیلی دوست داشتم انجام بدم و الان هم خیلی دوست دارم انجام بدم. و خب میدونید ما هممون بالاخره مثل شما، مثل بقیه دوستان، کار و زندگی شخصی خودمون رو داریم و اینکه ما باید یه فرصتی پیدا بکنیم، یعنی درست ایجاد بکنیم برای خودمون، ایجاد بکنیم برای خودمون که این کار رو انجام بدیم. و من واقعا با تمام علاقه این کار رو انجام میدم و خیلی دوست دارم. و یکی از مشکلات همینه که من چون توی خونه این کار رو انجام میدم، در هر ساعتی که دلم بخواد نمیتونم این کار رو انجام بدم و منو محدودتر هم میکنه. اما شده بعضی وقتا ساعت یک نصف شب، دو نصف شب بیدار میمونم و این کار رو انجام میدم، خیلی دوست دارم. ولی خب چرا این کار رو دارم انجام میدم؟ از نظر شخصی به خاطر اون علاقه ای که به شخص رضا شاه به عنوان یک، به نظر من بزرگترین انقلابی چند قرن اخیر ایران، چون واقعا انقلاب واقعی رو رضا شاه انجام داد و چیزی که ما دیدیم در شورش 57 به نظر من کاملا ضد انقلاب بود اصلا. چون انقلاب واقعی این بود که شما برید به سمت پیشرفت، برید به سمت اینکه اون در حقیقت سیستم قدیمی قاجار که کاملا سنتی بود و هیچ پیشرفتی در اون توی جامعه، یعنی هیچ پیشرفتی رو برای جامعه نمیخواست، رو کاملا دگرگون کنی شما و به یک سیستم مدرن، به یک ایران مدرن برسی و بخوای تو اون راه قدم بذاری. در زمینه فرهنگی انقلاب کرد، در زمینه سیاسی انقلاب کرد. حالا وقتی سفرنامه رو میخونیم میبینیم که چقدر واقعا انقلاب دیگه. شما فرض کنید بیگانگانی در کشور شما هستن که هر جوری بخوان با رؤسای مملکت شما صحبت میکنن قبل از این، و وقتی شما میای با یه لحن دیگه صحبت میکنی که کم کم دستشون میاد که نه، یه اتفاقاتی داره تو ایران میفته و ما دیگه نمیتونیم مثل سابق با اینو برخورد کنیم. خب این اگه انقلاب نیست چیه؟ انقلاب سیاسی داخل مملکت دیگه. و من فکر میکنم که نسل جوون به درستی میدونن که جایگاه رضا شاه کجاست، برخلاف تمام تبلیغات این 40 چند سال اخیر. اما شاید همه به کلی، یعنی به صورت جزئی، ندونن که چه اتفاقایی دقیقا افتاده که الان ما به این جایگاه رسیدیم. و یه سفرنامه ها خب تنها مواردی هست، یعنی تنها کتابایی هستن، سفرنامه خوزستان و سفرنامه مازندران که از خود شخص رضا شاه به جا مونده، و این دوتا کتاب کاملا دیدگاه شخص رضا شاه رو از زبان خودش میگه. این مهمترین مسئله است که هیچ کس دیگه ای نقل نمیکنه که این کارو کرد، اون کارو کرد. اینکه خودش داره تو ذهن خودش هم به ما میگه، میگه که تو ذهنش به ما میگه که مثلا این خارجی ها فکر کردن همون زمان قجره که هر کاری دلشون بخواد بکنن و هر جوری میخوان صحبت کنن. و اینکه یه خصوصیتی رو تو این 40 چند سال دوباره ما خیلی شنیدیم، خود من بچه بودم، من واقعا متاسفم از گفتنش، ولی خب چیزیه که خیلی تبلیغات میشه روش، که قلدر بوده این آدم. و این قلدری رو به تعبیر خیلی بدی هم به کار میبرن که مثلا هر وقت هر کاری دلش میخواسته. تو همین سریال های اخیر هم دیدیم دیگه پخش میشده چطور قلدری رو خواستن نشون بدن، که البته اون هم ولی... هم خواستن که به خواهینی میگن کاریزماتیک، به نزاشای کمی میگن قلدر. دقیقا همینطوره. و اینکه این قلدری رو که بهش نسبت میدن کاملا یه چیزی هستش که فقط گفته شده و هیچ دلیلی هم بابتش نمیارن. وقتی ما با خود این شخص آشنا میشیم، با اندیشه هاش، با فکرش، تازه میفهمیم که چه اجحافی در حق این مرد داره میشه، یعنی شده تو این 40 سال حداقل. و اینکه کاملا دستم میاد که این از کجا اصلا آب میخوره، این لغت ها رو آوردن، این مثلا قلدر بوده از کجا آب میخوره. بله قلدر بوده برای خارجی ها، ولی اون جایی رو نمیگن که چقدر برای ایرانی دل میسوزونده، چقدر وقتی که مثلا داشته میرفته با خزعلیان به جنگ تو همون خوزستان، چقدر ناراحت بوده از این که دو طرف با هم نجنگن، چون هر دو طرف ایرانی هستن و اگه کشته بشن هم مردم ایران کشته میشن، هم از نفوس ایرانی کم میشه. اینا رو اصلا در نظر نمیگیرن و تا ما خودمون نریم نخونیم، تحقیق نکنیم، متوجه نخواهیم شد. اما میگم خوشبختانه نسل جوون بسیار آگاه هست و حتی نسل قدیمی هم که بعد از شاید یه خوابی، به تعبیر من چند سالی خواب بودن، یه دیگه اصلا اون شورش صورت گرفت و بعدش این اتفاق افتاد، دوباره اذهانشون بیدار شده که ما کجا بودیم و کجا رفتیم و الان باید چجوری برگردیم به اون سمتی که درست هستش.
سپاسگزارم همه دیگرمی از توضیحاتتون و گفتگو با دفتر که خودتون در آن مشغول هستین، دفتر امور رسانه ای. در آینده حتما بیشتر در خدمت شما خواهیم بود و مخاطبین حزب رو در جریان باقی فعالیت های شما قرار خواهیم داد. سپاس از شما پاینده‌ای.